ای آقا مسعود، شما وقتی اومدی تو خانواده ما، من شاید همسن نیکان بودم. از همون وقتم هم هر کاری از دستت برمی اومد برای من کردی. حالا من هیچ وقت بهتون نگفتم، ولی همیشه دلم میخواست مثل شما بشم، کار درست، آدم حسابی. ولی برای من که شما فرقی نکردی. که اولش فکر کردم که ماجرا خیلی زود تموم میشه، نمیخواستم بیشتر از این پیش خانواده‌ام خراب بشم. ولی خب شما هم درگیر کردم. الان هم اینجا نمونید، پاشید بریم خونه. نه، من میخوام یه خورده اینجا تنها باشم، میخوام یه خورده فکر کنم. باشه، میدونم خونه ما نمیایید، بریم خونه حامد، کلیدش دست منه، خودش هم نیست. برید اونجا، برید اونجا فکر کنید. تنگ شده بود بابا. حالا میفهم چرا همه میگن ما شبیه همین. حالا این خوبه یا بد؟ هم خوبه هم بد. ما همیشه حرفامونو به روش خودمون میزنیم. این خوبه، ولی این که بقیه حرفامونو نمیفهمن، این بده. میدونم که همه این شبا تو هم واسه من و ماما نوشتی، اما اون موقعی که باید دلیل کارتو میگفتی نگفتی. منم همه این شبا واسه ات وایس گذاشتم، همه این شبا. اما الان که کلی حرف تو دلمه نمیتونم بگم. خب حالا کی هست؟ کی؟ میگم کیه؟ همونی که جرأت کرده به دختر من علاقه من بشه. کیه؟ کسی چیزی گفته؟ خودت وایس گذاشتی. ببین بابا، فقط مهم اینه که ببینی تا کی و کجا پات وای میسته. رسیدم. یه نفر دیگه هم هست که میخواد ببیندتون. من چون میخواستم با شما حرف بزنم زودتر از اون اومدم. Thank you.
پس شما زودتر بهت دیرتون نشه، منم قراره با کیان بریم یه جایی کارهای مردونه بکنیم، مگه نه دایی؟ چی شد؟ بابا منتظرمونه، بیا بریم دیگه. سلام. سلام، قربونت برم من. اشکالی نداره من با تو بیام. نه چه اشکالی داره؟ الان ماشینمو میارم. ممنون. اما یعنی چی کار داری میکنی؟ بابا منتظرت، من همه کار رو کردم با هم باشی. الهی قربونت برم عزیز دلم، الان نمیتونم بابا تو ببینم. چرا؟ حالا با هم حرف میزنیم. بگو برسونتت خونه مامان پری، اونجا میبینم. خب اساسا من باهاتون بیارم عزیز دلم. بابا باش. چه خوشحالم بعد از این هم مدت با همی. برای منم خیلی خوشحالم. منتظرت بودم، نیومدی. بهت گفتن که گرفتار بودم ها؟ مهتاب، یعنی تو واقعا از اول از ماجرای جهان بیخبر بودی؟ سیما من همه اینا رو تو نامه به توضیح دادم. باور کن من هیچی نمیدونستم. نمیدونم گفتنش درسته یا نه، ولی بارها فکر کردم که نکنه به خاطر مهیاره که داری این کارا رو میکنی. میبینی چقدر شبیه همیم، چقدر مثل هم فکر کردیم. وقتی مسعود بهم گفت برو دنبال مکملا، وقتی مسعود بهم گفت مکملا رو مرجو کنم، نرفتم پیش پلیس، صبر کردم. مطمئن بودم میاد و یه توضیح قانع کننده ای داره که بهم بده. تو هم حتما همینجوری فکر کردی، ولی باورم نمیشه که چی جوری زندگیشون خراب کردن. به چه قیمتی؟ برای چی؟ باورش برام خیلی سخته. خیلی دلم میخواست برم ببینمش، اما نتونستم. مرد بازم خدا رو شکر کن کسی نیست که بخوای به جواب پس بدی، توضیح بدی. من چی بگم؟ خیلی دلم برای بچه‌م می‌سوزه. سنی نداره، چقدر زجر کشید. الان هم که این وضعیت زندگی مونه، حقش نبود. سیما، منم دارم مادر میشم.
برو 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 تو برو. تو چی بابا؟ مادرت هم خوشحاله، تو رو ببینه خوشحالتر میشه. من بعدم میام. برو دختر. سلام. بابا مامان اینجا نیست؟ نه چیزی شده؟ از صبح تا حالا معلوم نیست کجاست، تلفنش هم جواب نمیده. چی؟ کسی چیزی بهش گفته؟ من فکر کنم میخوره دیشب خوب باش حرف نزدم، ازش دلخور بودم. اون دفتری هم که بهم دادین رو بهش دادم بخونه، اصلا شاید با خوندنش حق بده بهتون مثل من. میدونم کجاست. چطی میگی بابا؟ بابا مامانو برگردون، این تنها چیزیه که باعث میشه فراموش کنم این روزا رو. یادم اون وقتا وقتی به یه مشکلی میخوردیم دوتایی پا میشدیم میومدیم اینجا، این بالا شهر رو از اینجا نگاه میکردیم تا بفهمیم که مشکلمون حتی به اندازه ذره ای از این شهر نیست. من هر کاری که کردم تمام سعی و تلاشم این بود که به شما آسیبی نرسیم. یه خود دروبرت رو نگاه کن، خانوادت رو دیدی؟ بچه ها تو دیدی؟ نیکان همش 18 سالشه، بعد بیفته دنبال گرفتن رضایت بسه مادرش تو زندان. اون بچه دیگه تا آخر عمرش یادش میره؟ مامان پری خونه این که عاشقش بود به خاطر من که به خاطر تو زندان بودم بفروشه؟ این آسیب نیست؟ این همه آدم، یکی این بر یکی اون بر، یکی فلج شده یکی کور شده، نصیب نیست؟ سلام. سلام بابا. وقتی بچه بودم خیلی دوست داشتم که یه خواهر داشته باشم، نشد. بزرگتر که شدم، جوان که شدم، وقتی دختر بچه های کوچولو رو میدیدم به خودم گفتم چقدر خوبه که وقتی ازدواج کردم یه دختر کوچولو داشته باشم. وقتی با مادرت ازدواج کردم، وقتی فهمیدیم که بار داره، جفتمون دلمون میخواست که دختر باشه. دختر شد، ماه شد. وقتی دنیا اومدی دنیا رو با خودت برای ما آوردی. اصلا نفهمیدم که بزرگ شد. میخندیدی، گریه میکردی، مریض میشدی، بغض میکردی، بزرگ میشدی، بزرگ میشدی، بزرگ میشدی. 18-19 سال این خواب گذشت با من.
تو این مدت وقتی تنها بودم به مادرت فکر میکردم، به برادرت فکر میکردم، ولی باید اعتراف کنم به کسی که بیشتر از همه فکر میکردم تو بودی بابا. هنوز خیلی جا هست که باید ببینی، هنوز خیلی آدم ها هستن که باید ببینیشون. مادرت هم خوشحالیم، همه بهت افتخار میکنم. تو هستی، من دیگه هیچ آرزویی ندارم با من یه دختر دارم که وقتی بهش فکر میکنم قلبم با عشق میزنم، کیف میکنم، چه بخوام بهش نگاه کنم، چه بهش بخندم، چه دلم براش یه ذره بشه. ماما چرا جواب نمیدی؟ چند بار بهت زنگ زدم، من یه چند وقت همه جوری واسه زندگیمون جنگیدم، نمیخوام منت بذارم، هر کاری کردم خودم خواستم، ولی الان نوبت توه واسه منو کیان بجنگی. این زندگی هم تو رو میخواد، هم بابا رو، نه تو بچه که هر شب بار خونه یکیتون باشه. میرم یه هوا بخورم. یعنی از شدت هیجان نمیتونم تو اتاقم بایستم. میکنم براش آمادگی ندارم عزیز دلم، طبیعیه، صبر داشته باش، بذار چشمات به چشاش که بیفته، اون وقت میبینی که برای همه چیش آماده ای، برای بدیاش، خوبیاش. یادت قبل از عروسی میگفتی که مسعود، یعنی از این ویژگی مسعود خیلی خوشم میاد که کمتر گزیده و به موقع حرف میزنه، یادت؟ بعد وقتی داشتی از جهان بر من تعریف کردی برگشتی گفتی یه دوست داره خیلی کله خر و اهل قطره، تو خیلی خوشت میاد، یادت؟ مگه میشه یادم بره؟ هیچ‌وقت فکر نمی‌کردم این یه ویژگی‌هایی که ما دوستشون داشتیم برامون باعث درد سر بشه. سیما، میدونم حرف نزدن مسعود باعث اذیتت شده، اما بدون اگه حرف نزده به خاطر حفظ خانوادش بوده و آدم‌های دیگه. سیما، مسعود اشتباه کرده، اما اشتباهش اینقدر بزرگ نبوده که بخواد به خاطر زندگی تو. مهتاب، تو چی؟ تو میخوای به زندگیت ادامه بدی؟ واقعیتش اینه که اشتباه جهان مسعود از یه جنس نیست، نمیشه براش یه رأی صادر کرد. مهتاب، یادت نره اگه جهان نبود احتمال خیلی زیاد من الان گوشه زندون بودم، مسعودم یه جای گرفت. سیما، جهان نه به من فکر کرده نه به آدم های دیگه. میخواد شروع کنه؟ شروع کنه. سلام.
توهین نمیخوای حرف بزنی لااقل به حرفم گوش کن. ازت خواهش میکنم. خواهش میکنم. منو سنگ رو یخ نکن. فکرم حداقل به حرمت این چند سالی که کنار هم زندگی کردیم حداقل یه بار تو این چند ماه میوادی زندان بهم سر میزدی. من تو داشتم میمردم و نمیمدی بیمارستان. اصلا من بعد میوادی زندان میزدی تو گوشم. امروزم با هزار بدبختی تونستم مرخصی بگیرم که وقتی بچه‌مون دنیا میاد چشو باز میکنه من تو رو کنار هم ببینم. میدونم حد بخششت بیشتر از این حرف هست. ببخش من. من دیگه نمیتونم باید زندگی کنم. از همین الان دکتر مهران محتشمی اون مدرسه که میان دنباله باش.
بسته دیگه برو پایین. بسته دیگه برو پایین. برو بسته. یه بشون بریم. عادی حواست باشه. داره از دواشون زنه بیرون. برو سری دنبالش گمش نکنی. خب داشتی میگفتی فوته کنی آلمه فلفل میریزی دو مشت مثلا فلفل بعد دو مشت جواب نمیده نه مامان پری میخوای من بهش بزنم اگه براش مهم باشه که میاد تازه دیدم صبح زنگ زدی یا از این دختر تو لجباسته من ندیدم مامان پری من دیدم چرا جواب نمیدی مامان از صبح تا حالا 100 بار بهت زنگ زدم خیلی امروز روز مهمیه برام مامان خیلی برام مهمه که تو امروز پیشم باشی من از همه چیم زدم که شما رو باز کنار هم دیگه ببینم منو کیان بهت نیاز داریم منو بابا بهت نیاز داریم مامان میدونم تو امروز خوبی رو نگذروندی ولی منم بهتر از تو نبود اوزم ازت خواهش میکنم بیا مامان منتظرتم توبا آقا حسام بچه بیم کمک کنیم این صندلی رو بریم تو آقا تو رو دیرتر میمدی سلام شما زحمت نکشید من خودم انجام میدم باشه بیا علی یه لقمه من برای تو گرفتم پس نمیخورم دست درد نکنه بذار کارمون انجام بدیم بعد میام بهش منم بفرمایی مواظب باش بفرمایی خسته نباش آقا حسام بگیرم با تحجیب استر آقا نیکان واقعا کارهای خوبی دارست کردی دست دوزر فرنده ماینده درخشانی در انتظارشون باشید ببخشید با اجازه میکنم بفرم علی جانم بفرم خب شما خوبی سلامتی ممنونم زنده باشی ایشالله ببینی بچه ها زحمت کشیدم خودشون واسدن چه کارگاهی چه دم دستگاه درست کردن شما میخسته نباشید برم سلامت باشید خدمت شما عرض کنم که الان یه بنده‌زاده بنده یه چند وقتیه که یه میاد بگه بابا ما یه تماس‌دار کوچیکی داریم جون بابا دستشوی کجاست ببخشید من بله. میرسم خدمت خواهیش میکنیم شانس ما سرکن باد کنکه تو بیار بابا آقا تراب بابای برو پیش خواهرت برو آقا تراب نیکان راجع به شما به من گفت من واقعا متاسف شدم از این بعد هر کاری داشتی میتونی رو من برادر بزرگتر من حساب کنم من برای اینکه خنده رو تو شیشه آبجین ببینم هر کاری میکنم بازم دم شما گرم که گفتی ممنونم رفتیم سر صحبت با ایشون باز کنیم بله التماس دعایی بسرم نه 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 ن
همین کارا رو کردی وسط صحبت ما هم خراب کردی. دلت درد گرفت. خواستم یه دو چوب کنیم. باشه. من هم بهش میگم. بنده بعدم یه التماس دو دیگه. من ممنون شما. دو تا دیگه. دو تا دیگه بشقاب بدید. بشقاب وادش خانم ها زحمت کشیده. دست شما در نکنه. خیلی ممنونم. باشه جونت باشه. خیلی محبت کردی. بگم مادر منتظر سیما نباشیم نمیاد. یکم صبر میکنیم مادر جون. چه خدا خواه مادر. یکم دیگه صبر میکنیم. بخوش. بشی مادر جون. نوشیدنی بدم خدمتون. خیلی ممنونم. مرسی از لطفتون. آقای سام. یه لحظه جانم شنیدم به فکر رفتن نیم حالا هنوز 100% نیست منتظرم ببینم کارو چطور پیش میره تا بعد مطمئن نیم خدمت شما نه نه اتفاقا دارم بله آقای فخر اینجا بله بله همه هستم آقای فخر ببخشید صدرا صدرا یغمایی بله آقا صدرا خوبین ایکان از شما خیلی تعریف کرده ازتون ممنونم بابت همین زحمت که کشید من واقعا متاسفم اتفاقی که براتون افتاد بله آقا صدرا بله سلام برسون نیکان سلام میرسون آقا گلا رو خریده ازشون تشکر کن بابت گلا هم خیلی ممنون خیلی متشکرم میبینم اتون بزود گوشو بدیم منم باهاش صحبت داد کرد چی گفت؟ میگم بهتون مبارک مبارک چی؟ من عزیزم مادر جان ای مادر جان باش دل ما خدا را جان من مادر سیاشم قربونت برم من خوب کردی بفرمایید ممنون جان بفرمایید همه همون منتظرت بودم بیشتر خوش اومدی Thank you.